ادب و احترام دارم به همه دوستان و به خصوص بچه های ایران که الان در یک موقعیت بسیار خطیری هستن. من اینجا از این فرصت استفاده میکنم به تدقیق شادباش های نوروزی خودم رو به دلیل فراسیدن نوروز باستانی به همه بچه هایی که تو ایران در کف خیابان ها دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، مبارزه میکنن و از وقت و جان و زندگی به خودشون میگذرن برای که بتونن یک آینده بهتری برای خودشون و همه ماها در یک ایران آزاد تامین کنن. تبریک عرض میکنم، امیدوار هستم که این نوروز در حقیقت نوروز اساسی باشه که ما سال دیگر رو بدون حضور جمهوری اسلامی در میدان شهیاد جشن بگیریم، پایکوبی کنیم و به خاطر آزادی که در راه هست. من خواهشم اینه که در این نوروز مردم و ایرانیان عزیز فراموش نکنن، حتما سر بزنیم به خانواده کسانی که به حساب بچه هاشون زندانن، حتما سر بزنیم به خانواده هایی که فرزندانشون از دست دادن، پدرهاشون از دست دادن، برادرهاشون از دست دادن، دخترهاشون از دست دادن، خواهرهاشون از دست دادن، فرق نمی کنه. هر کسی که در راه آزادی ایران قربانی داده، من معتقدم ما وظیفه داریم در این نوروز به دیدنش بریم، حالشو بپرسیم، به اون بگیم که ما با تو هستیم، به اون بگیم که تنها نیست، به اون بگیم که قدر بهای گرانبهایی رو که از دست داده، حالا فرق نمی‌کنه به پدرش باشه، برای دخترش باشه، میشناسیم، میدونیم، ارج می‌ذاریم و حقیقتاً به اونها این دلگرمی رو بدیم که جانبازی و فداکاریشون فراموش نشده و خانواده هاشون همیشه عزیز ما و همه مردم بودن و عزیز ما بودن و عزیز همه خواهند بود. درست است که در این نوروز ما در حقیقت به عزای بچه‌های هستیم که جانشون از دست دادن. این نوروز ما با برغت پایکوبی و شعف و شادی نیست. این نوروز به قصد یادگار که یادگار تاریخ خودمون رو جشن بگیریم، به قصد اینکه به جمهوری اسلامی بگین که با همه فشارا که روی ما می‌گذاری نمی‌تونی نوروز باستانی ما بگیری. طبیعی ترین و به حساب در حقیقت به نظر من معقول ترین نوروزی که من در بین تمام سالهای جدید دنیا میشناسم. در حقیقت ما اصلا لزوم نداره به حساب تاریخش رو عبر کنیم، خودتون با فضای طبیعت رو احساس میکنید که این فضای طبیعت دگرگون میشه، فضای طبیعت تازه میشه، بهار در راه میرسه و این یکی از دستاوردهای باستانی مردم ایران هست و باید اون رو عرض بگذارید و با اون احترام بگذارید و اون رو حتما برگزار کنیم. حتی اگر در مدیقه هستیم، حتی اگر در فشار هستیم، با کمترین مقدار در حقیقت تدینات روی میز میتونیم فقط با اون شادی نوروز رو برگزار کنیم و این رو به همدیگه تبریک بگیم و به دیدار همدیگه بریم و اختلافات قدیمی رو کنار بگذاریم و دست رو در دست هم بگذاریم برای یک مبارزه جانانه که به زودی در برابر ما قرار خواهد گرفت و باید از اون قهرمانانه بیرون بیاییم.